به مدت کوتاهی پس از آغاز خدمتم، پس از حدود 3 ماه در ساواک به علت ارائه گزارش‌های تحلیلی راجع به مسائل سیاسی جاری کشور به ریاست بخش بررسی‌های سیاسی در امور امنیت داخلی منصوب شدم. از همان ابتدا خواستم به رده‌های بالاتر در ساواک و شخص پادشاه توجه دهم که تأمین امنیت کشور تنها از طریق سرکوب و مبارزه با سازمان‌ها و گروه‌های مخالف و برانداز امکان پذیر نیست. در طول دوران خدمتم در ساواک از هر فرصتی برای مبارزه با عوامل فساد استفاده کرده و گزارش‌های مستند ارائه دادم که چندین بار برای تهیه این گزارش‌ها مورد مؤاخذه و بازخواست قرار گرفتم، تا آنجا که در سال 1350 اسدالله علم وزیر دربار و سپهبد ایادی و امیر هوشنگ دولو از نزدیکان شاه به علت اتهاماتی که به آنها وارد می‌کردم علیه من به شاه شکایت بردند و من از طرف شاه تهدید به محاکمه نظامی شدم. این بخشی از یادداشت پرویز ثابتی بر کتاب گفتگویش با عرفان قانیفرد در دامگه حادثه است. پس از خاطرات حسین فردوس دیگر هیچ شخصیت امنیتی بزرگ و قابل توجهی لب به سخن نگشوده است. در همان ابتدای انقلاب ناصر مقدم، نعمت الله نصیری و حسن پاکروان 3 رئیس پیشین ساواک اعدام شدند. پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی ساواک تحصیل کرده حقوق که از 1337 تا آبان 57 و روزهای منتهی به سقوط حکومت پهلوی لحظه به لحظه در ساواک بود، در 75 سالگی تصمیم گرفته است سخن بگوید. این نخستین گفتگوی مدیر امنیت داخلی ساواک که در تمام 4 دوره ریاست تیمور بختیار، حسن پاکروان، نعمت الله نصیری، ناصر مقدم در سازمان اطلاعات و امنیت کشور حضور داشت و فرد دوم بود. من با آقای قانیفرد مصاحبه انجام دادم که ایشون مطالبی رو که من گفته بودم منعکس کرده در این کتابی که در دست انتشار داره. البته باید عرض کنم که اون زیرنویسایی که ایشون آورده، زیرنویسایی که خود ایشون آورده، من مسئولیتی درباره زیرنویسایی که ایشون داره ندارم، مربوط به خودشون هست و خودش تصمیم گرفته. یعنی بفرمایید که بعضی از این زیرنویس ها در واقع نکاتی رو عنوان میکنه که شما فکر میکنید با حقیقت که شما گفتید سازگار نیست؟ بیشترش سازگار هست و قسمت هایش نه، بعضی جاش منتقل کرده از جاهای مختلف، اشخاصی که مثلا همون تاریخ شفاهی صحبت کردن، حرفایی که زدن عیناً پیاده شده، نامربوط هست و نامنوس هست و در اون زمین ها، اگر نه در کل بر صورت بعضی هاش درسته، ولی منظور من است که مسئولیتی در مورد اون چی که در زیرنویسا هست ندارم. من حرفام رو که زدم هم قسمت متن اصلی است. مثلا هستون که اشخاصی نقل کرده که بله نمیدونم عوارضات اشرف چمدونش رو گرفتن با هروئین. خب اینا یه اراجیف مزخرفات است که مخالفین در آورده بودن و همچه چیزی صحت نداشته که به حال در آوردن و ایشون که اینو نقل بشه اینجا مردم تصور میکنن درسته. درست نیست، از این قبیل حرف هاست که دارم میگم، ولی خب ایشون چون نقل کرده از یه جاهایی، خب یه چیزایش هم درست. آقای امیرحسنگ دولو بله گرفته بودن با تریاد، بله اون درسته، ولی دیگه والد اشرف بوده بودن با چمدون هروئین گرفتن، اینا یه چیزای خیلی غیر منصفانه و نادرسته. این نمونهاش بر صورت من خاطراتم رو من در همون سالهای اول بعد از انقلاب نوشتم، ولی تا کنون منتشر نکردم. یاد داشته و نبرسه شامل 2 قسمت که یکی از قسمت های اصلیش مربوط است به مبارزه با مخالفین رژیم، به قسمت دیگه مشکلات معایبی که در رژیم خودمون، رژیم سابق وجود داشته و من در حد اونم کوشش کرده بودم که اون رو کم کنم. بنابراین خاطرات من حاوی مطالب مثبت و منفیه که البته مجموعاً مثبته و مردم ایران متاسفانه با پرداخت بهای سنگینی به این نتیجه رسیدن. من اینو رو منتشر کردم زیرا این رو بیم رو داشتم که ذکر مسائل منفی مورد سوء استفاده رژیم کنونی قرار بگیره، گرچه فاسد و مهیبی که در این در اون رژیم وجود داشت در مقایسه با فساد و نابسامانی که در ابعاد باور نکردنی و نجومی در رژیم حاضر وجود داشته بسیار کم اهمیت به نظر است. درباره بخش مربوط به مبارزه با مخالفین رژیم سابق، هم از کمونیست‌ها، تروریست‌ها، افراطیون مذهبی،
این ملاحظه رو داشتم که انتشار این مطالب درباره اونها ممکن است که به تنشی که متأسفانه هنوزم بین طرفداران و مخالفین رژیم شاه وجود داره دامن بزنه، در حالی که ما اکنون الان در حال حاضر به یه وحدت ملی، آتشی ملی احتیاج داریم که تا دیر نشده به عمر این رژیم حاکم که مملکت ما رو به یک فاجعه بزرگی نزدیک میکنه خاتمه بدیم. واقعا وجود چنین رژیمی در ایران در شأن ملت بزرگ ایران نیست و مردم سزاوار چنین رژیم حاکمه ای نیستن. در مورد اتهاماتی که بهشون ایراد شده، وارد شده در مورد وابستگیشون به موساد و سیایی، چه راجب مسئله موساد و سیایی و اینا و حرفای بی ربط است که زدن. البته خب ما با موساد و با سیایی در موقع که سر کار بودیم تماس داشتیم، ارتباط حرفه‌ای داشتیم، تبادل اطلاعات میکردیم، در زمینهای همکاری میکردیم. بعده بله سفری هم به اسرائیل میکردم، به هیچ وقت بنده با موساد یک روابط خارج از روابط اداری نداشتم، با سیایی هم همینطور. من خب گاهی موقع عرض کنم که بعضی ها هم حتی در سیایی گاهی موقع دلخور شدن، مثلا موقعی در ایران دیدم هستش که بودم یک سال خبرنگار نیویورک تایمز و بعد بود به ایران به نام اریک پیس که هنوز هم خیال میکنم که در نیویورک تایمز باشه، رفته بود با شاه مصاحبه کرده بود و بعد خواسته بود که با یک کسی در سباک صحبت کنه و علاوه هم گفته بودن که بیاد با من صحبت کنه. اومد اونجا با من صحبت کرد و اینها، اولین سوالی که کرد آقای رضا براهنی بود، گفتش که آقای رضا براهنی گویا اونجا زندانی بوده است و فلان. اینها میگه که در زمانی که در زندان بوده اینو بسته بودن به یه پنکه‌ای و پنکه میچرخیده، در ضمن که میچرخیده یه نفر میخواسته به من تجاوز کنه در اونجا. من به این آقای خبرنگار گفتم والا شما به نظر میاد آدم معقولی هستید، این که همچی چیزی عملی هست که یه همچی ادعایی کسی میکنه؟ و ما موقع سال 1954 بود که میگفتش که بله، به ما گفتن که این شبکه‌ای که افسران آمریکایی رو کشتن دستگیر کردید اخیراً سرنخش رو سیایه به شما داده، شما اینها رو دستگیر کردید، این صحت داره؟ من گفتم که والا سیایه همچه کیفیبلیتی و همچه قابلیتی داره که همچه سرنخی به ما بده برای دستگیری تروریست ها، بهتره بره به یه سرنخ بده به اف بی آی که پرونده قتل کندی رو روشن کنه. گفتش که شما مثل این که با سیایه مخالفین. گفتم نه خیر، بنده هیچ مخالفتی هم با سیایه ندارم، کار خودش رو میکنه، ربطی هم کارش به اینجا نداره. گزارش کردم که بله که این خبرنگار که فرمودید با من مصاحبه کنه، من این مصاحبه رو کردم و این حرفا رو زدم که علازاد عصبانی شد، گفت این حرفا چیه، این میزنه، چرا به اینا مثلک بگه، برای چی میگه؟ ایشون انقلاب 57 رو 2 سال پیش از وقوع در گزارشی برای شاه پیش بینی کرده ولی ظاهرا مورد توجه قرار نمیگیره. موقعی که کارتر در آمریکا برای پرزیدنسی داشت ران میکرد، داشت فعالیت میکرد، خب مطالبی علیه شاه هم گفته بود. نتیجتا در داخل مخالفین رژیم یه مقدار زیادی بسیج شده بودن و آماده شده بودن و فکر کردن که خب الان باز دوباره فرصت پیش میاد که اینا بتونن یک کارهایی بکنن. بعد از اینکه کارتر انتخاب شد ولی هنوز به دفترش نرفته بود، یعنی در آذر سال 1355، من یک گزارشی برای علازت فرستادم، رسله نصیری، گفتم که بله به نظر میاد که این سناریوی سال 1939 و 40، یعنی دوره 60 و 61 که دوره کندی دوباره تکرار میشه و مخالفین الان به این نتیجه رسیدن که حالا یک کارتر که انتخاب شده علازت رو و ایران رو تحت فشار قرار میده و فرصتی پیش قرار اومد که اینها بتونن خودشون رو بیارن به صحنه و ایشون رو به اصطلاح به چالش بکشن. و الان عرض کنم که وضع مملکت ما با وضع اون سال 40 فرق کرده، برای که جمعیت مملکت ما 7-8 میلیون اضافه شده، جمعیت تهران که اون موقع 1 میلیون بوده شده 4 میلیون، تعداد دانش آموز دانشجو که 2 میلیون شده 10 میلیون، واحدهای بزرگ کارگری و اینها در اطراف تهران و شهرهای بزرگ ایجاد شده و اینها همه شرط کنم که خب یک چیزی هستن که ممکن است که هنوز آسیب پذیر باشن. و بعد هم یک المنت تازه، یک تجربه تازه، یک گروه های مثلا تروریستی پیدا شدن، اینا یه تجربه پیدا کردن، خوله چون خب رفتن زندان اومدن بیرون. حالا درست است که به هر حال الان سال 55 دیگه سرکوب شده بودن، لااقل منیروی مسلح دیگه نداشتن، خب الان خب پراکنده بودن، یه دم در زندان بودن، ولی به هر حال این تجربه پیدا کردن. اگر این دفعه بخوان که مثل اون دفعه ما
اجازه بدیم که کار پیش بره، ممکن است که کار به یه جای خطرناکی برسه و کنترل مشکل بشه، مثلا مثل 15 خرداد باشه که حداقل بتونیم کنترل کنیم و ممکن هم هست که طول بکشه از اون چیز هم بدتر شه. این گزارش رو دادم بورد نصیری برای اعلیحضرت. اعلیحضرت عصبانی از دست من که این ثابتی باز چیزای منفی رو سر هم کرده، هیچ پیشرفت های مملکت رو ندیده، نمیدونم اصلاحات ارضی اشاره نکرده، حقوق کارگران در تعیین شدنشون در سابخانجات چیز نکرده، ارتش ما 150 هزار نفر شده 60 هزار نفر رو ندیده، سباک شهربانی اینا رو ندیده، همه سیاه ها رو گره هم کرده. حالا میگه که اوضاع خراب میشه، نه خیلی هیچی هم نمیشه و شما کار خودتون بکنید. بعدم عرض کنم که این اولین گزارش سال 55 آذر 55 من عرض کردم که خب اعلی حضرت بر صورت اون مشکلی که آخر پیش اومد، خب ایشون فکر میکرد که همونطوری که در دوره کندی بحرانی پیش اومد و ایشون تونست هندل کنه تا طوفان از سر بگذره، فکر میکرد این دفعه میتونه هندل کنه از سر بگذره. خب این بار از کنم که ایشون به هر حال ما که حالتون موقع نمیدونستیم، ولی به هر حال ایشون مریض بود و بعد نمیتونست واقعا قاطعانه تصمیم بگیره. خب مملکت هم چیز کشون مرحله برخلق من به جایی رسیدش که دیگه کنترل از دست خارج شد. بخش دیگری از صحبت آقای ثابتی رو در مورد نقش نهضت آزادی در ماجراهای هول و هوش مرگ مصطفی خمینی با هم بشنویم. اعلی حضرت بعد از اون گزارش اولیه شروع کرد و دستگاه رو تقریبا بی اثر کردن. از صلیب سرخ بین‌المللی بازرس آورد برای زندان‌ها. نجاتن زندانی‌ها از داخل فهمیدن که دست زیر ساتوره. در خارج هم فهمیدن و راه افتادن. بعد حوادث اینا حالا کاری نداره، اگه بخوام بعد باز برم رو مسئله فوت شریعتی و نمیدونم فوت پسر خمینی و بعد اون ختمایی که در دوره فوت پسر خمینی گرفته شد و ما می‌خواستیم جلوشو بگیریم که علازر میگفت نه خیر جلوشو نگیرین، اینجور اجتماعات آزاد است و اینا، اصلا تمام این چیزهایی که به اصطلاح انسجامی که این آخوندها پیدا کردن در دوره همون 40 روز ختمای پسر خمینی بود که حالا اونجا مفصلا الان وقتش نیست که به شما بگم که چی شد، اگر نه که این آخوند اینا بعضی ها میگن بله آخوند خبر نداشتیم، چون ما آخوند خبر نداشتیم، خیلی هم از آخوند خبر داشتیم، همه شون هم اونایی که چیز بودن یا در زندان بودن یا در تبعید بودن کنترل شده بودن، موقعی که ول شدن اینطور شد و بعد هم اون 5-6 ماه آخر شد. میدونم این آقای ابراهیم یزدی که آتش بیار معرکه خیلی واقعا عجیبی بود، موقعی که من اتفاقا در اون سال 77 بود 1977 در آمریکا بودم، دعوت داشتم اینجا اومده بودم، موقعی که از نیویورک میرفتم به تهران در فرودگاه همکاران من اومدن گفتن آقای شریعتی در لندن فوت شده و آقای یزدی از سون تگزاس رفته نجف بگه که به آقای خمینی ایشون اعلامیه بده که آقای شریعتی رو دستگاه کشته. بعد من رفتم وارد تهران شدم، فرداش گزارشی از خونه خود خمینی و حال ما اونجا معمود داشتیم اینا، گزارش اومد که بله آقای یزدی اومد اینجا و به آقای خمینی هم چه حرفی زد و آقای خمینی هم گفتش نه این شریعتی توی حسینی ارشاد اینا وهابی هند و اینا رو از عربستان سعودی کمک میگرن و حاضر نفس شده بود که اعلامیه‌ای در چیز شریعتی بده، ولی وقت یزدی بازم ولکن نبود و گفت که الان یه فرصتی پیش اومد است که آمریکایی‌ها حاضر هستن که به هر حال شاه رو تحت فشار قرار دادن، شما بیان یک دونه اعلامیه علیه کمونیستا بدین حالا اینا. خب خمینی هم اون اعلامیه علیه کمونیستا موقع داد رو فشار آقای یزدی که بتونه توجه آمریکایی‌ها رو به خودش جلب کنه اینا. این داستان گذشت و اینا، خب اونا نتونستن سر جریان شریعتی به هر حال راه بندازن. شد موقع فوت پسرش که این خطوه را افتاده که ما خواستیم جلوشو بگیریم که علازاد نذاشت و بعد تا اینکه شدش که تمام چله و مله اینا گذشت. بعد از چله که گذشت خمینی 3 نامه نوشت داره تشکر از یکی به عنوان انجمن‌های اسلامی در خارج، این رسانه داشتن در خارج، یکی مردمی که در داخل برایشون تحصیلات رسانه، یک نامه هم به ریاسر عرفات که تشکر کرده بود، در اون اشاره کرده بود که فرج چیزی مرگ به سر من، حتی خمینی هم نگفته بود که قتل به سر من یا فلا، اینا رو خود اینا درست کردن، خود همین نهضت آزادی اینا درست کردن به عنوان اینکه شهید شده از قتل شده، خود خمینی هیچ وقت نگفت توی نامش هم نیست که برگ مرگ پسر من در مقابل فجایعی که در رژیم شاه میگذره ناچیز است اینا. موقعی که این چیز شد و ما یه گزارش کردیم که این رو میخوان که تکفیر کنن، ما دلش رو داریم میگیریم، این رو نصیری برد پروی شاه، شاه اینجا دیگه عصبانی شد،
گفتش که این مربوطه به دستوخته که جاسوس و فلان از این حرفا که مخالف اطلاعات درزی مخالف حقوق زن عقب افتاده این حرفا چه میزنه فلان اینا. به نصیری گفته بود که شما دو تا مقاله تهیه کنید راجع به خمینی اینا و که بیارید گفه دیگه شرطی ها بشید بیارید من ببینید درباره درگیری هایشون با آقای آموزگار پس از حادثه تبریز و مسئله طرح دستگیری 1500 نفر به گفته خودشون از مخالفان که ظاهرا این طرح به نتیجه نمیرسه و به شکست میانجامه. خب شما 1500 نفر میخواین دستگیر کنین جواب محافل بین‌المللی رو چی میده؟ درباره درگیری هایشون با آقای آموزگار پس از حادثه تبریز و مسئله طرح دستگیری 1500 نفر به گفته خودشون از مخالفان که ظاهرا این طرح به نتیجه نمیرسه و به شکست میانجامه. شما 1500 نفر میخواین دستگیر کنین جواب محافل بین‌المللی رو چی میده؟ گفتم جواب محافل بین‌المللی رو جناب عالی باید بدین که نخست وزیر هستین که بایستی جان مردم رو حفظ بکنین که اینها میان این همه آتش سوزی و آدم کشی اینا رو انداختن. بنده باید جواب قانون رو بدم. قانون ثبات یک وظایفی رو برای ما مقرر کرده، به ما نه کسی دستور کسی میده که این کارا رو جلو این کارا رو نگیرین نه دستگاه ما رو منحل میکنن. اگر فردا یه حسابی کتابی در کار بیاد بگن خب باطل چه شما جلو این کار نگیرین معلوم نیست جواب من چیه. و بعد هم محافل بین‌المللی کیان آمریکاییان گفت آقا چرا شما شانتاج میکنید محافل بین‌المللی کی گفته؟ گفتم هر کیان گفتم محافل بین‌المللی دنبال دو تا جبهه ملی اونم دارن دو تا خبرنگار هستن اگه نه دلار این تروریستای مذهبی اونم دارن خبرنگار اسلام اونم دارن مطلطه اینا که نیستن که الان اینا میرن این چله ها رو راه میندازن و مملکت دارن باشون بکشن. گفتم نمیشه اضافه کار. گفتم نمیشه که نمیشه نمیشه. من از اونجا که خارج شدم البته خب به نصیری فقط گفتم که با آموزگار دعوامو شده است ولی خب بهش نگفتم دارم میرم پلو هویدا. رفتم پلو هویدا، رفتم وزیر دربار، رفتم پلو هویدا و گفتم که بله گفتم خبر شنیدین اعلامیه دولت رو؟ بله. خوب بود بد نبود فلان. گفتم حالا داستان این شده و این آقای آموزگار اینطوری میگه و شما باید علازت متقاعد کنید که ما این 1500 نفر دستگیر کنیم اگر نه اوضاع از کنترل خارج میشه اینا. گفت نه کیان؟ من گفتم یکی هستن. همینطوری اون یادداشت میکرد سرار نهضت آزادی بودن، جبهه ملی بودن، اصلا همین اصلاح 300 نفر و آز و اینها افراطی طرفدار خمینی بودن، 400 نفر طلاب مدرسه مدارس همخانی و فیضیه و خان قم بودن و بعد اصلا یه تعدادی هم از این کسانی بودن که به اصطلاح تو همون گروه تروریستی بودن ولی ما اینها رو آزاد کرده بودیم موقعی که سر به سرخ می اومد و زودتر آزاد شده بودن. الان باید دلیلش رو باید جداگانه بگم مفصله. گفتم باید این 1500 نفر دستگیر کنیم. ایشون یادداشت کرد هویدا اینا رو گفت به خبر میدم. ساعت 9 شب به من تلفن زد که بله من مطالب شما رو به عرضشون رسوندم فردا صبح نصیری یه گزارش بیاره. نصیری من شب ساعت 10 برگشتم اداره و این گزارش رو نوشتم و صبح بردم دادم نصیری و گفتم با حرفایی که دیروز با آموزگار زدم شما اینو ببرین و از ارزار اجازه بگیرین که ما این کارون شروع کنیم و این دستگیری رو انجام بدیم. دیدم که جلوی بعضی از اینها گذاشته منها، یکی دوش هم به اضافه گذاشته منها رو شروع کرد. اول نهضت آزادی و سرانش بودن منها. گفتش که گفتم یعنی چی؟ گفتش یعنی ارزار فهمدن که اینا چون اینجا یک کمیته حقوق بشر درست کردن و با آمریکایی ها مربوطند و فلان. نه جبهه ملی هم همینطور نه. بعد 400 نفر طلاب مدرسه فیضیه و حقانی و خان قم نه. گفتم اینا دیگه برای چی؟ نه. گفت فرمودن اینها بازداشت دست جمعی است. نه. بعد از کنم که نه 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 تا اومد روی 300 نفر فقط با آز افراطی طرفدار خمینی و اینا و چند نفرم از خیلی آدم های تروریست چیزی اینا رو جزو 300 نفر. ما از فرداش این شروع کردیم این 300 نفر رو دستگیر کردن. تمام تدارکاتی که اینا داشتن میکردن برای 15 خرداد بود که سالگرد 15 خرداد قدرتشون رو نشون بدن که چی هستن. ملت این دستگیری که ما کردیم این 300 نفر رو 15 خرداد آب از آب تکان نخورد. در صبح روز همون 15 خرداد در بازار تهران 20% مغازه بسته بود. بعدشم باز تو تموم شد. چله ها تموم شد. دیدیم و شنیدیم ایشون صحبت از این میکرد که آرامش نسبی برقرار شده بود بعد از اون موج دستگیری ها به گفته ایشون، ولی ظاهرا با تغییر رئیس ساواک و آمدن آقای مقدم شاهد برخورد ایده شدت عمل در برابر رفرم هستیم. روز 17 خرداد نصیری عوض شد، مقدم شد. با مقدم وعده دعوا داشتم تمام مدتی که این چیزی بود دعوا داشتم که ایشون هم تازه اومده بود از آمریکا
ملاقات اینجا کرده بود، شده بود آزادخواه، اومده بود و گفتش که بله فلان اینا که ما واسه الان تعلازتم تو مسیر فرانسه آزادی خواه. گفتم تیمسار الان این مخالفین ما رو در یک وضع بدی میبینن، الان بایستی یه مقداری قدرت هم ما داشته باشیم که بتونیم صحبت کنیم. مملکت ما آقای دقانپور وضع انقلابی نداشت و مملکت ما در سال 55 از سال 50 بدتر بوده، از سال 45 بدتر بوده. در سال 55 این همون گروه های تروریستی کمونیستی یا مثلا مارکسیستی همشون کنترل شده بودن، زندان بودن، 3000 نفر زندانی داشتیم، ولی به هر حال در بیرون دیگه این گروه های نمیدونم چیکای فدای خلق و مجاهدین خلق چیکای سلولای مسلح نداشتن، رهبرانشون هم کشته شده بودن. مسئله بحران رهبری بود، انقلاب نخ مملکت ما آمادگی انقلاب نداشت، مملکت ما احتیاج به اصلاحات داشت و من هم بارها برای همین اصلاحات بارها مورد سرزنش قرار گرفتم که گزارشاتی میکردم. من همیشه معتقد به اصلاحاتی بودم. دعوای من گاهی موقع با بعضی از همین مسئولین این بودش که ما باید اول به طرفداران رژیم آزادی بدیم که اینا بتونن حرفاشون رو بزنن و مخالفین رژیم خلسلا بشن، بعدم مخالفین بتونیم رژیم آزادی بدیم. من همیشه طرفدار یه مقدار آزادی بیشتری بودم. در این موقعیتی که من دارم میگفتم که در الان که اینا به این نتیجه رسیدن که ما اصمون زیر ساتوره، اینا تا پترزبورگ به قول معروف ما رو دنبال میکنم تا پیاده نکنن. الان باید اینو رول کرد، بعد نشست و حرف حسابشون رو گوش کرد. حرف حسابشون رو یه مقدار محکم بود، حسابی بود که باید گوش نشده بود. من معتقد بودم که باید قدرت رو حس کرد، بعد اومد با در موضوع قدرت نشست و صحبت کرد و با یک مثلا راحل مسالمت آمیز رسید. اگر نه این داستان به این صورت، من معتقد بودم این داستان که به این صورت داره پیش میره، دیگه نتیجهش این است که شد. من نخیر، من به اینجور عقیده نداشتم که اگر ارز کنم که و همون وضع رو ما ادامه میدادیم فلان ها حل میشد. تنشن بود، تنش بود، ولی به این سرعت همه چیز از هم پاشیده نمیشد. یه در یک موقعیتی بود خب طوری پاشیده شد که مثلا خودشون نمیتونن تصمیم بگیرن. نجدتن مامورین و مسلح رو آوردن تو خیابونا، بعد گفتن تیراندازی نکنید، طوری نکنید. این طوری شد که از هم پاشید. منظور من این بودش که ما موضوعی باشیم که تصور نمیکنن که ما رفتنی هستیم. از موضوعی که این مثلا مخالفین به این نجستن که مثلا این رژیم رفتنی هست بودش که یعنی 6 ماه آخر است که همه چیز تشدید میشه و منجر میشه به فاجعه. درباره شکنجه و قتل مخالفان صحبت کردم، ایشون صراحتا خودش در این بخش دیگری از این گفتگو که با هم میشنویم صراحتا اشاره میکنه به زعم ایشون 312 نفرشون عنوان میکنه طی سال 49 تا 55 کشته شدن در شرایط مختلف، در درگیری ها و بعضی ها اعدام شدن و 3700 نفر به تعبیر ایشون در اوجش در زندان بودن که 700 نفر ظاهرا آزاد میشن و 3000 نفر در سال 55 حدودا در زندان بودن. بشنویم پاسخ پرویز ثابتی رو در مورد موارد شکنجه و قتل مخالفان. مثلا مردن تختی که میگن تختی رو کشت. تختی یه کسی بود گرفتاری داشته، گرفتاری جنسی پیدا کرده بود، ناتوانی جنسی پیدا کرده بود، یک گرفتاری خانوادگی پیدا کرده بود فلان ها، رفته بود 3 روز تو اون هتل اتلانتیک مونده بود. در طرف این 3 روزی که در هتل اتلانتیک بود، رفته بود در محضر با آقای کاظم حسیبی از رهبران جبهه ملی برای بچهش اینا قیم تعیین کرده بود. یک کسی که رفته تو هتل 3 روزه رفته هم قیم تعیین کرده، یعنی قصد داره خودشو بکشه دیگه، رفته اونجا خودش هم کشته بود دیگه. وقت اینا میگفتن نخیر کشته فلان، یا پسر خمینی یا همینطور، یا صمد بهرنگی رفته بود مثلا که با اون آقای فراحتی چیه فلان ها با هم دیگه رفتن که من از رود عرف رفتن شراب بلد نه اون غرق شده بود، خب میگفتن کشته. آقای جلال احمد هم که این چه در آورده بود، بعد هم که خودش گفته بود که بله ما اینو در آوردیم، خب بعدم نبود که اینو در آوردیم. خب اتهام بی جا بود دیگه، اتهامات بی ربط بوده. یا شریعتی هم مریض بود فلان، تو لندن مرد، بایوپسی کردن چی کردن همه کارا رو کردن، در یه مرگ طبیعی بود، همه اتهام زدن. من شکنجه هم یک مسئله طولانی است که من میخوام جواب بدم. بنده عرض کنم به شخص خودم همیشه با شکنجه که یه چیز غیر قانونی بوده مخالف بودم. در حد خود هم سعی کردم که جلوی هر گونه چیزی که منجر به شکنجه بشه و چیز غیر قانونی بشه، یعنی من حقوق خونده بودم و یه همچیز داشتم و هیچ وقتم خودم نه شکنجه دیدم نه
بازجویی کردم. من در بازجویی نبودم، من 7-8 نفر آدم رو دیدم، کسانی بودن که میخواستن مثلا مصاحبه تلویزیونی کنم، اونم تازه محدود بوده، مثلا آقای نیکا بوده، آقای لاشایی بوده، آقای پارسا نجات بوده و اون یه آقایی هم بوده شو برام مولایی بوده، 3-4 نفر دیدم یا چند نفر دیگه هم دیگری که به مناسبتی که اینا مثلا یه موقعیتی داشتن و بهشون تضمین داده بودن که اگر این حرفا رو همکاری بکنید شما تعقیب نمیشید، اینا چون این بازجوها رو نمیشناختن به من گفتن این آدم مهمیه، اگر شما بهش اطمینان بدید که مثلا این چیز نمیشه، این چون قیافه شما رو میشناسه قبول میکنه. در زمان مصدقی که این آقایون جبهه ملی ها این رو سمبل از کنم که دموکراسی و آزادی خواهی میکنن، تمام مدت در زندان شکنجه بوده، تمام مدت در زندان آقای مصدق شکنجه بوده. تا لحظات دیگر گفتگوی خواهیم داشت با مهدی فتاپور از زندانیان سالهای 52 تا 56 و از عضوهای کادر رهبری فدایان خلق. اصلا یکی از وسایل کار بازجویی و کسانی که بازجو بودن، سربازجو بودن، آقای حسین زاده، یعنی آقای عطارپور که آقای حسین زاده معروف بودن، یا ازغندی که عزلی بودن، یا آقای نادری که تهرانی معروفن، اینها یکی اصلا کارشون این بود که از طریق اعمال فشار و شکنجه اعتراف بگیرند، اطلاعات بگیرند، و شکنجه جزو کارهای رایج بود اون زمان برای زندانیانی که میگیرند، و کتمان این موضوع و اینکه یک چنین پدیده‌ای وجود نداشت داشته باشه یا کسی که رئیس دایره سوم باشه ازش اطلاع نداشته باشه، متاسفانه اعتماد آدم رو به مسائل و بقایای دیگه‌ای هم که مطرح بخواد بشه همه رو زائل میکنه. من سال 50 برای اولین بار دستگیر شدم. اون زمان دلیل دستگیری من این بود که نماینده دانشجویان بودم و فعالیت دانشجویی داشتم، هیچ کار غیر قانونی از نظر قوانین وقت نکرده بودم، یا حداقل مسئله‌ای نبود که به عنوان کار غیر قانونی مطرح بشه. من یک سال زندان بودم بدون دلیل، در واقع به دلیل فقط فعالیت دانشجویی و نمایندگی دانشجویان. 9 ماه سلول انفرادی بودم. اون زمان 3 بار بازجویی رفتم. بازجویی هم معنی شکنجه است، یعنی شلاق خوردم در حدی، خب حالا نه مثل سالهای بعد، ولی در حدی که مثلا 60 تا 70 تا هر بار شلاق خوردم. بعد از یک سال بدون محاکمه، چون اصلا محکومیتی نداشتم، کار غیرقانونی من نکرده بودم، آزاد شدم. بار دوم که من دستگیر شدم در ارتباط با سازمان چریکای فدایی بود، طبیعتاً پرونده‌ام سنگین تر بود و این بار خب شکنجه سنگین شدم. شکنجه در اون زمان خب طبیعتاً بدترین شکنجه‌ای که وجود داشت مسئله شلاق بود. البته خب در بعضی موارد شکنجه‌های خشن‌تر هم، شکنجه‌های شدیدتر معروف زورم به کار گرفته شده بود، مثلا سوزوندن، یا مثلا خب منم با سیگار 1 کیلوگرم سوزوندن، ولی خب شکنجه شلاق به این دلیل که درد مداوم داشت و به طور مداوم بالا می‌رفت و طولانی می‌تونستن شکنجه بدن، رایج‌ترین نوع شکنجه بود. من شوک الکتریکی هم شدم، دستبند قپونی هم بهم زدن، ولی خب ناخن پام هم کشیدن. خب ناخن، بله آقای فتاپور، آقای ثابتی در جای از این مصاحبه که با ایشون داشتیم احتمالاً در کتابم همین نکته رو به شکلی عنوان کردن که رد میکنن حتی مسئله نقش داشتن ساواک در کشته شدن ویژن جزنی. بفرمایید شما ظاهراً هم زندانی بودید، یعنی ایشون رو ظاهراً از نزدیک میشناسید آقای جزنی، بفرمایید که روایت شما چه هست از نحوه کشته شدن ویژن جزنی؟ خب این مسئله، متاسفم که این موضوع رو مطرح کرده باشن، همونطور که گفتم این میتونه بقیه مسائلی هم که مطرح میکنن زیر سوال ببره. منو صدا زدن با 2 نفر دیگه از اون بندی که بودیم، ما رو بردن توی اوبرن رو بردن، گفتن میریم زندان دیگه. ما 3 نفر رفتیم یه اتاقی، من اونجا یهو دیدم 40 نفر اونجا هستن. همه 40 نفر افرادی بودن که در ارتباط با فدایی ها زندان اومده بودن، من اکثرشون رو میشناختم. من با چند نفر اونجا گفتم که خب احتمالاً ما نمیخوان ببرن مصاحبه و بازجویی به دلیل همین که موضعتون نسبت به نیز رستاخیز چیه، صحبتی شما کردید؟ گفتن که خیر ما نرسیدیم. همین یه دفعه ما رو صدا زدن آوردن اینجا، رفتیم 3-4 نفری پیش بیژن جزنی که اونجا وایساده بود. ایشون گفت موضع ما همون چیزی که همیشه گفتیم، اگر بردن ما رو بازجویی بازم روی این تکیه میکنیم که مبارزه مسلحانه محصول شرایط استبداد و دیکتاتوریه، شما امکان فعالیت سیاسی بدید، همون روز این مبارزه تعطیل میشه و همه کار سیاسی میکنند. برو بردن اوین، هیچ بازجویی از ما نکردن. ما رو بردن یک اتاق 9 نفره، بقیه رو بردن سلول. اول من چند روزی اتاق 9 نفره بودم، بعد همه رو بردن سلول. تو اون اتاق آقای عزیز سرمدی هم با ما بود، چند روز بعد آقای سعید کلانتری، اینا کسانی هستند که اعدام شدن در همون 9 نفر، از زندان شهرستان ها بردن، ایشون هم من دیدم، و ما همه رو بردن سلول انفرادی. این همون برنامه‌ای بود که به شما گفتم، یعنی ما 1.5 سال ارتباطمون با بیرون کاملا قطع شد.
ملاقاتیامون قطع شد، امکانات ارتباطی نداشتیم، روزنامه نداشتیم، کتاب نداشتیم، همه امکاناتی که در زندان قصر به طور عادی زندانی‌ها دارند از ما قطع کردند. و خب این مجامعی بود که برای ضربه زدن به فدایی‌ها تدارکیده شده بود که یکی از اجزایش قطع ارتباط زندانی‌ها بود و ما همه رو برده بودن اونجا تو زندان بودیم. روز 29 فروردین یا 30 فروردین بیژن جزنی و دیگران رو اونجا صدا زدند و آقای تهرانی در بازجویی‌هاشون و بقیه کسانی که دستگیر شدن، افراد متعددی صحنه رو حتی تشریح کردن و کسانی که اونجا بردن تو تپه اینا رو زدن، یعنی آقای حسین زاده و آقای عزادی و آقای تهرانی و رسولی و آقای سرهنگ وزیری که رئیس زندان اوین بود، اونا رو بردن با مسلسل بستن مسلسل. و ما بنابراین این موضوعی بود که ما خودمون هم همه در اون زندان موضوع رو در کنارش حاشیه‌اش بودیم. اصلا قرار بود ما رو بیارن زندان اوین و اونجا نگه دارن که چون زندان اوین رو تازه ساخته بودن، سلولاش امکان داشت که ارتباط رو کامل قطع بکنن و اصلا با این هدف ما رو آورده بودن اونجا و اصلا مسئله انتقال به جای دیگه مطرح نبود. و بنابراین این موضوع کاملا هم توسط افراد مختلف تشریح شده و من خیلی تعجب می‌کنم اگر آقای ثابتی این موضوع رو خواسته باشن نفی کنن در کتابشون و متاسفم اگر این کاری کرده باشه. تشکر میکنم.